سلام و وقت بخیر بیننده آخری خط از نور هستید فرمان اصلاح نظام انتخاباتی همچنان در انتظار رأی تایید مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رای جمهور برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی دو بار از سوی مجلس نمایندگان رد شد اما این بار حکومت برای گرفتن رأی تایید این فرمان را به مجلس سنا فرستاد و اعضای مجلس سنا نیز با آن رای تایید دادند انتظار حکومت این است که فرمان اصلاح نظام انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان نیز این بار مورد تایید قرار بگیرد اما از آنجایی که شماری از اعضای مجلس نمایندگان دلبسته و با وابسته به کرسی های مجلس هستند بدبینی های وجود دارد که به این فرمان رأی تایید نخواهند داد با این دیده شود با این حال دیده شود که فیصله اعضای مجلس نمایندگان این بار در مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی و فرمان چه خواهد بود برای بررسی این موضوع اینجا در استودیو آقای دکتر اسکندری سای دانشگاه را با خود داریم و همچنان سید صفی الله هاشمی عضو مجلس سنا تا لحظات بعد با ما خواهند جناب دکتر به بحث خوش آمدید حالا با تصمیمی که مجلس سنا افغانستان در مورد فرمانی اصلاح نظام انتخاباتی و آینده ای اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان گرفته فکر میکنید چقدر انتظار از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان میره بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز جناب شما و صاحب دوستان حاضر در استیدیو موضوع اصلاحات یکی از شرط های بسیار بسیار مهم و اساسی حکومت وحدت ملی بوده که جزء تفاهم نامه آمده و در این حال به خاطر اینکه بتانن اعتماد از دست رفته دولت در واقع و حوزه انتخاباتی و همون موضوعات ملی و بین المللی ما را در واقع چهی درست بتن باید این اصلاحات در هر صورت اعمال شود اما با دو بار رد کردن فرمان رئیس جمهور از جانب پارلمان افغانستان این خیلی ناامید بود و احساس میکردیم که شاید تا سال آینده هم اتفاق نفته اما با حضور قاطع و در واقع قدرتمند اعضای محترم سنا در این حوزه امیدواری شده که احتمالا مجددا بتوانند این موضوع را حل بکنند و اصلاحات مورد نظر در کمیسیون انتخابات را انشالله وارد بکنن اما من از دید خود میره میخوای مطرح بکنم که اگر دولت و حکومت وحدت ملی در این حوزه قاطع تر جدی تر و با, با اعتماد تر عمل نکنه چنانچه دکتر سب عبدالله در جلسه شورای وزیران هفته قبل اعلام کرد که رسما این موضوع در رسانه هم برامد که موضوع اصلاحات انتخاباتی در اولویت برنامه های حکومت وحدت ملی قرار دارد اینجا نشان میده که اگر حکومت وحدت ملی در این حوزه با این قاطعیتی که اعلام میکنن قاطع و جدی نباشه رفته رفته انتخابات به یک موضوع یأس و ناامیدی دیگر مبدل خواهد شد که مردم آنگاه نه این توقع را از حکومت وحدت ملی خواهد داشت و نه هم دیگر به پای صندوق رای به طوری که ما در طول سه دوره انتخابات بسیار با شور و هیجان آمدیم حضور پیدا کردیم حضور پیدا نکنند بنابراین اصلاحات در کمیسیون یک اصل است و همینطور امن حکومت باید در این حوزه تلاش بکنه و هم نماینده های پارلمان ما در این مجموعه تقنینی سعی بکنن که خودشون به این حوزه ترجیح نتن تا در واقع اون عبوهت ملی و اون اعتبار ملی و اون شخصیت ملی که نسبت به دولت و دولت مردان داده میشه بنابراین این احتمال این داره ما باور ما این است که اگر نماینده های مجلس اونایی که احساس میکنن با انتخابات در واقع پارلمانی و زود هنگامی که قرار است در این طرف سال برگزار شود و یکی دی رای نیاره خب مطمئنا اونا برای دو سال دیگه برای سه سال دیگه باز هم رای نمیارن اینی کسانی نبودن که خدمت کرده باشن کسانی نبودن که زحمت کشته باشن و کسانی نبودن که قلب و موکلین خودشان رو تسخیر کرده باشن این، اونا نباید منافع ملی و منافع اعتماد ملی را قربانی شخصی کار خودشان بکنن این نه این که در واقع نماینده های ما را خراب میکنه و همون اعتماد نسبت به نماینده های مردم و پارلمان افغانستان را از بین میبره و پارلمان واقعا به یک مرکز تعامل معامله و امثال اینا رقم خواهد زد بنابراین هم میتونن که لل به دست بیارن هم میتونن دل یار به دست بیارن هر دوتاش امکانش هست اونایی که واقعا وکیل مردم بوده تا این دم اونا باز هم در صحنه انتخابات و کارزار انتخاباتی وارد شدن ما مطمئن هستیم که مردم با اونا مجددا رأی خواهد داد و اونا باز هم در همین کرسی ها خواهد نشست اونایی که از مردم نمایندگی نکردن اونایی که بر مردم خدمت نکردن من میگم نباید باشند در اونجا بگذارن برن که کسی دیگی بیان که بتونن واقعا پارلمان رو به عنوان یک پارلمان قدرتمند قوی و با درایت در واقع اون بسازن که هم دولت و مخصوصا رئیس جمهور و قوی اجرایی ما حذر بکنه از این که دیگه نتونن هر نمه حرکت های غیر قانونی و غیر در واقع جدی و ملی را انجام بتن و هم همینطور مردم اعتمادشان نسبت به نماینده های خودشان دوباره بیشتر خواهد شد اینجاست که اصلاحات انتخاباتی هم برای پارلمانی های ما سود داره هم برای مردم سود داره و هم برای حکومت وحدت ملی سود داره در هر صورتش یک نیاز اشد دیده میشه برای اینکه این اصلاحات اعمال کسانی که به این فرمان رای تایید ندادن سودشون در چی بوده در حالی که شما گفتید اگر فرمان دی اصلاحات انتخاباتی آوردن اصلاح در نظام انتخابات رای بگیره بس سودی هم پارلمان است هم حکومت است که حکومت مقبولیت میباشه در نزد مردم و هم به سوی پارلمان و کسانی که در پارلمان متاسفانه این موضوع تقریبا خیلی طول کشید و اونطوری که از طریق رسانه ها هم برامد و اونطوری که ما و عده ای از وکیل سایبا از وقت در صحبت ها و هستیم میگن که اول یک تیمی به شدت کار میکنن که انتخابات برگزار نشود این تیم افشا هم نمیشه که از طرف ارگ این تیم از طرف خود پارلمانی ها هست این تیم از طرف در واقع اپوزیسیون هست که چه دولت و رسمیت دولت در واقع زیر سوال ببره این هم دقیق مشخص نیست اما یک تیمی در پشت پرده کار بکنن که این انتخابات برگزار نشن پارلمانی ها و وکلای محترم مردم هم سعی میکنن که این انتخابات برگزار نشن ایده البته و دلیل اینکه هم اینا میتونن یک ای دو سال دیگه هم در اون کرسی بمانن دو هم از ازینه های بسیار انگفتی که متاسفانه در انتخابات های ما بسیار به جدی رواج پیدا کرده و این موضوع عام هست برای مردم از این هم ترس دارن ممکن است که برن مقدار هزینه و امکانات خودشون رو با مصرف برسن شاید مجددا وکیل پارلمان نشون نکته بسیار ظریف دیگه ای که شخصی نظر شخصی خودماز انتخابات به پارلمان انتخاباتی که قرار است در آینده انجام شود انتخابات عادی و معمولی نیست و دلیل این که ایده ای که نتونستن خودشان در چارچوبات حکومت وحدت ملی جابجا بکنند و ایده ای که در قدرت به حکومت وحدت ملی هستن تا در تقابل هستند حکومتی ها سعی میکنن که اکثریت کرسی ها رو بگیرن همینطوری که فعلا رئیس جمهور هر دستور میده و قوی ما هیچ نوع حرکت از خود نشان نمیدن همچنان همچ قدرت رئیس در جمهور داشته باشه ولی داشت که آنچه که رئیس جمهور انتظار داشت و مقننه مجلس نمایندگان افغانستان بر خلاف توقع و انتظار رئیس جمهور عمل کردن به در موردی که چندین بار فرمان رئیس جمهور از طرف مجلس نمایندگان مورد رد قرار این بحث هم میگن که بیشتر از طرف خود تیم رئیس جمهور هست بیشتر این که این در واقع این حکم یا این فرمان اجرایی نشود که ما امیدوار هستم چیزی نباشه منتاب در هر صورتش ببینین اینج یک طرف موضوع رئیس جمهور مطرح است یک طرف هم منافع خود وکلا مطرح است یعنی دو تا نیازمندی یک جا شده و این شرایط را مساعد ساخته برای اینکه این اتفاق بفته بنابراین ما فکر نمی که پارلمان افغانستان در حوزه های بسیار حساس و مهم بیان در مقابل رئیس جمهور قرار بگیرن مثلا حذف وزیرای بیکاره و در واقع غیر شایسته یکی از اصلی بسیار حساسی است که مرکز تقنینی ما به اینا نظارت دارن به اینا رو کنترل میکنن و سعی چقدر قانون مدار و خدمتگزار بوده برای مردم اینجاست که قدرت پارلمان در مقابل رئیس جمهور تعیین میشه و رئیس جمهور مجبور بکنن که یا فرد دیگه ای رو باید مشخص بکنن یا که اینا من خلع صلاحیت میکنن و وضعیت تغییر بکنن در حوزه بسیار حساس متاسفانه پارلمان ما در این حوزه در مقابل رئیس جمهور قرار نگرفته و این حرکت یک حرکت انقلابی بود که از جانب سنا انجام و ما مطمئن دار. هستم که با این فشار از جانب سنا و حرکت هم از مقابل اپوزیسیون و مجموعه که میخوان انتخابات برگزار نشوند مجددا این قانون دار خواهد زد و انشالله تایید خواهد شد و این اصلاحات اعمال خواهد شد گرام. آقای هاشم بابس خیلی خوش آمدید حالا مجلس سنا افغانستان تصمیم گرفته که به فرمان تقنی... تقنی برای اردن اصلاحات انتخابات رای تایید بوده. به قول جناب دکتر که مجلس سنا افغانستان انقلاب برپا کرد انتظار مجلس سنا از مجلس نمایندگان چی هست آنچه که مجلس نمایندگان دو بار به با این, با با این فرمان رای رد دادن بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما میمان گرامی و همچنان همکاران گرامی تکنیکی شما و بینندگان گرامی تلویزیون نور قسم که هموطنان گرامی و شما در جریان هستین دیروز فرمان تقنی رئیس جمهور در مورد انتخاباتی با اکثر آرای مجلس سنای کشور تایید شد و البته شما که شما میفهیم که با یک کمیتی مشترک میره که در باید این مسائل مورد قبر بررسی قرار بگیره و امیدواری هسته که به ملحوظات جدی که در کشور ما وجود داره و چرای تعلیمی که وطن ما ایجاب میکنه که باید او مورد مطالعه قرار بگیره و خواست هم وطنان ما جامعه مدنی تمام جامعه جهانی همه کس امیدوار هستم که در این کمیت بتانه که نمایندهای های مجلس سنا با نمایندهای های ولسی جرگه و تفاهم برسند و این فرمان تایید بکنن تا یک بنبست بزرگی که در مقابل اصلاحات نظام انتخاباتی وجود داشت ای از بین بروه و, و ما بتونیم که هایستا گام با گام به طرف تدویر پروسه انتخابات که البته اوش باز مربوط به با دولت میشه که چگونه باز حالا کمیسیون مختلط تشکیل شده ترکیب این کمیسیون چگونه است؟ من تو ترکیب کمیسیون معلوم نیست، البته ترکیب کمیسیون هم با مجلس عمومی سناباز پیشنهاد میشه که کیها هستن متشکل کی نماز... از کدام جریان ها و گروه ها خواهد بود از مجلس سنا مجلس نمایندگان و دیگر کدام جریان ها از مجلس نمایندگان ما نیفهم ولی در مبین سنا قسمی که شما میفهمین جریان ها و گروه های مشخص وجود نداره کلگی سناتور سیبات اکثریتش به فکری مشترک هستند و منافع ملی مردم افغانستان در نظر گرفته و همیشه تصمیمی که گرفتن با در دا نظر داشته ازی بوده که بتانیم که همون منافع اولیای مملکت در نظر گرفته شود و منفعت مردم دا ما در نظر گرفته شوه و خواست هایی که مشروع هسته باید براورده شود تا زمین های مساعد قانونی و زمین های مساعد زندگی برای مردم فرام شوه از سبب ما فکر میکنم کمیتی که ایتی هم که از طرف سنا انتخاب شد با صنایت خود بود و کسای خود بودن که متخصص و کسای خود بودن که آقای امور و شاید که در پشت میز کمیتی مشترک بتانن که با اکتفاق هم برسن و انشالله که بلون حل شود برای اینکه با فرمان تقنیل رای به مجلس سنا افغانستان اختلاف نظرها میانی اعضای مجلس سنا وجود داشت اختلاف نظرات بر سر اینکه چگونه تعدیلی که در فرمان تقنی آوردن از جمله عضویت دو عضویت دو تبع خارجی به عنوان این این نظارت کننده بر انتخابات افغانستان و اینکه مدت زمانی که این کمیسیون ها فعالیت میکنند از دو, دو سال شش ماه به سی سال بالا رفته حالا این اختلاف نظرها بر سر چی بود چرا چنین اختلاف نظرهای وجود داشت واقعا خب شما میفهمید که در مجلس در هر پارلمان هر که طرف قوات های قوه صورت میگیره اختلاف نظر ها وجود می داشته باشه ولی اختلاف نظر به حد نبوده که یعنی کاس گفته و به حد هم نبوده که موضوع را معطل قرار بده یک کمیت بسیار کم و هم بر روی تعدیل این موضوع اختلاف داشتن نه یکی رد شود و میخی تایید نشود و البته باز با قناعت دوستا رسانده شد و او چیزی که اکثرت مجلس تایید کردن او رو اونام پذیرا بودن دیگه مردم افغانستان از برگزاری انتخابات در افغانستان تجربه خوشی ندارند تجربه های تلخی دارن انتخابات ریاست جمهوری نواد یکی از تلخترین و دور در آسترین انتخابات های در جهان بود حالا اگر عضو نظارت کننده از طبعه خارجی در, در, این کمیسون ها وجود نداشته باشه فکر میکنید باز هم یک بنبستی در برگزاری انتخابات به وجود نمی یا اینکه به میزان تقلب ها افزوده افزو نمی شد؟ من اکثرت سران در این نظر بودن که حداقل ما بتنیم که آیستا خود از نظر قید خارجی و خارجی بازی باید خلاص کنیم بله. ما باید خود ما وجدان سالم داشته باشیم خود ما درک بکنیم خود ما احساس عالی و تندرستی داشته باشیم و خود ما وجدان عالی داشته باشیم تا بتونیم که چگونه مردم رایش صادقانه از رای مردم استفاده شود و تقلب و تخلف وجود نداشته باشه این بستگی به این داره که باز حکومت هم در اینجا موظف میشه تا کنترل خود داشته باشه و همه کمیشنرایی که انتخاب میشن برتر. اینا باید صاحب نظر بوده باشد متخصص بوده باشد و دستشان آلوده نبوده باشد به با فساد و اونا خودشان باید به با مردم خود به وطن خود به رای مردم خود باید عزت قائل باشند و نگذارند دیگه قسم تقلب و تخلف صورت حالا برخوردی که وجدان های سالم در افغانستان کرد از جمله رهبری حکومت افغانستان این بود که یوسف نورستانی به عنوان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود و بعد اتهاماتی که بر این کمیسیون از طرف مردم و رای مردم مورد از به قرار گرفت حالا این آدم به عنوان سفیر از طرف حکومت تعیین شد فکر میکنید چنین برخورد حکومت افغانستان که در گذشته کرده بود برخوردش در آینده چگونه خواهد بود در گپ قسمی هسته که بسیار مسائل است که ما از حکومت توقع داریم که باید چنین کارهای صورت نگیره باید. و اگر صورت میگیره خام خام حکومت نزد نماینده مردم هم مسئول است و نزد مردم هم مسئول خواهد بود و اعتمادش هم نزد مردم کم میشه چنانچه نظر به می چالش هایی که وجود داشته و سلسله سلیقه های شخصی و روابط که به خاطر چوکی ها و مقام وجود داره و داشته چون این کارهایی که صورت گرفته البته با انتقاد گرفته شده و مطلب خوش نیست دیگه پا و امیدوار هستم که در آینده از چنین این جلوگیری شود و واقعا اشخاص سالم، اشخاص صادق، اشخاص پاک اشخاص که اونها درک بکنن همیتی موضوع را دیگه وطنه به چالش نبرن دیگه مردم به خون و زندگی و عیصت آبروی مردم خود بازی نکنن کل جهان ناظر اعمال و فعالیت های حکومت حکومت وحدت ملی است که اینا چی باید میکنن و اینا خودشان مسئول هستند در مقابل تاریخ در مقابل وجدان اسرار عامه و, و مردم افغانستان خود تبرئه بسازند سپاسگزارم جناب دکتر والا حکومت وحدت ملی بر اساس اون توافق که میان دو رهبر به وجود آمد و منجر به این شد که حکومت وحدت ملی را تشکیل بوده در دو سال اول کارشون میبایست چنین کارهایی را میکردن از جمله آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان کاری بود که در دو سال اولی کارشان انجام میدادن اما تا هنوز به دلایل مختلف سیاسی و این کار به زده شد حکومت از یک طرف فرمان تقنینی صادر میکنه به مجلس نمایندگان و از مجلس نمایندگان رای رد میگیره و برای مردم هم اگر مردم از حکومت بخواهد که چرا اصلاحات در نظام انتخاباتی به وجود نمیاد ما فرستادیم فرمان تقنینی ولی از طرف مجلس مورد رد قرار گرفت اما از طرفی هم کسانی در مجلس نمایندگان هستند که میگن که آدم از حکومت در داخل مجلس کار میکنن تا این فرمان رای تایید نگیره فکر میکنید واقعا ریگ در کفش کی هست در مجلس نمایندگان است یا در رهبری حکومت افغانستان این حکومت وحدت ملی متاسفانه از اول با اون خواسته های واقعی مردم و قانونی که باید رسیدگی بکنن رسیدگی نتونستن علتشان چندین سلیقه شدن حکومت وحدت ملی بود یعنی که باید چندین نفر را میدیدی و چندین نفر باید نظر بتن تا اینکه شما یک شخص را در جای بگمارین یا اگه عمل مطابق قانون را اجرایی بکنین که این اتفاق در حکومت وحدت ملی بنا به همین دلیل نتانست اجرا بکنه موضوع مبارزه با فساد بود که اولویتش همون کابل بانگ بود بسیار با نکته ضعف در واقع دولت بیشتر تاکید کرد عملی نکردن این پروسه بحث تسکرهای الکترونیکی یکی از موضوعات خاصهای ملی عام مردم هست چی در حوزه امنیتی و چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه هویتی این یک خواست است که متاسفانه این تحقق پیدا نکرد از همه مهمتر اصلاحات انتخاباتی یک اصل بسیار مهم و اساسی است به این اینکه ما دیگر از بحران حکومت وحدت ملی یا دورهوری به سمت تکرهوری حرکت بکنیم بس مثل سایر حکومت ها بیاییم یک حکومت مقتدر قبی با درایت و با جایگاه خاص حقوقی در منطقه و جهان داشته باشیم که این یکی از خواسته های عام مردم راست همه اینا این رو این فقط از راه انتخابات و از راه ری مردم فقط تحقق پیدا میکن این دیگه نه نمیتونه خارجین دخالت بکنه نه اینجا میتونه شخص دخالت بکنه بنابراین یک رقابت آزاد شکل میگیره و از طریق رقابت آزاد مردم زمین خودش انتخابات انتخاب میکنن اینجاست که کمیسیون یا همون دستگاهی که میخوان رأی مردم رو را تفکیک بکنن و خوب و بد بکنن و به و به اون خواسته های واقعی مردم برسن این خودش اصل زیر سوال بود در این دور متاسفانه و اینجاست که مردم به اون اصلی که باید این اتفاق را بندازن اعتماد ندارن اینجاست که یکی از اساسی ترین موضوع در بین تفاهم نامی حکومت وردنی بین دو رهبر اصلاح نظام انتخاباتی مطرح میشه اصلاح نظام انتخاباتی در اینجا بر اساس قانون و مقررات باید بر اساس فرمان رئیس جمهور دو, نفر دو تا مجلس یا مجلس این ما تصمیم بگیرن و این موضوع شرایط فراهم شود برای که اصلاحات وارد شد تا این دم ممکن است نماینده های مجلس ما قفلت کردن نماینده های مجلس ما خواسته های شخصی خودشون رو اعمال کردن ولی الحمدلله این حرکت دوباره از سنای ما شکل گرفت من باور دارم که انشالله اگر کمیسیون مشترک با جدیت و قاطیت عمل بکنه مطمئنا که این اصلاحات اعمال میشه حالا اعمال انتخابات پروسی بعدی از قضایا است که واقعاً حکومت وحدت ملی و سران حکومت وحدت ملی دیگه با مردم اینجا آمد مسئولیت خوش تمام کرد شرایط فراهم کرد طبق قانون که اصلاحات وارد بکنن می‌بینین وقتی سیستم در, در داخل خودش فرسوده میشه آلوده و فساد میشن با حذف آقای نورستانی ما نمیتونیم سیستم بگوییم حذف شد یا با حذف شش تو کمیشنری بعدی ما نمیتونیم بگویم که ما سیستم را حذف کردیم در اینجا این خودش یک سیستم بسیار مرتب و منظم است که در سراسر سر افغانستان پخش شده و متاسفانه از الف تا یای این مجموعه متهمه به فساد هستند در اینجا اینجاست که اول برای اصلاحات انتخاباتی باید فکر بکنن افراد متشخص متعهد با سواد و تندوست و اونایی که به رأی مردم باور دارن اونایی که به اعتقاد و باورهای اصلی مردم باور دارن و اونا میخوان حکومت را از از بدبختی به یک به یک قدرت تبدیل بکنن اینا سعی بکنند در جای کلیدی گمشتشان موضوع بعدی که این انتخابات شکل گرفت چی آماده شد برای اجرا اینجاست که ما سیستم انتخاباتی خودمان رو مطرح میکنیم اصلا سیستم انتخاباتی ما خودش فعلا زیر سوال هست چطور ما میتونیم با این سیستم انتخاباتی که احتمال تقلب برو بالا جناب دکتر حکومتی که سیستم انتخاباتی زیر پرسش قرار داره کسانی که در این سیستم به عنوان کارگزاران این نهاد کار میکنن همشون از طرف مردم مورد اتهام هستن و حکومت به متهمانی که از طرف مردم مورد اتهام قرار گرفتن پاداش میده از چنین یک حکومت انتظار می رود که یک انتخابات شفاف را برگزار کنه ببین اگر همین موضوعات را که مطرح کردیم و موتور جناب سناتور سپاشمی هم در این حوزه از بحث قانونی خودشان مطرح کرد که اگر مجلس این ما با این حوزه اول دقت نکنن که این موضوع به خ... چه قانونی خودش بگیره و بعدش بیاد در مرحله اجرا و رهبران حکومت وحدت ملی با دقت اجرا نکنن بعد به در سیستم انتخاباتی زیر ساخت های سیستم انتخاباتی را باید تعریف نکنن من مطمئن هستم که باز هم کار میلنگه اینه با یک تایید این فرمان و شرایط را مساعد کردن طبق قانون باز هم ما نمیتونیم انتخابات شفاف و عادلانه برگزار بکنیم که زعیم مردم بر اساس انتخابات به اینجا شکل بگیرن ببینید شما با یک سوی تفاهم بین حکومت وحدت ملی که ایجاد شد حالا ممکن است این رای که اعلام کرده دقیق باشه ممکن است این رای دستکاری شده باشه ولی یک سوی تفاهم بین ملت و دولت شکل گرفت تا این دم حکومت وحدت ملی از اتهامات مردم نتونست خودش بیرون بکشه و یک نفس راحت بیان برای برنامه های بعدی خودشان بپردازند اکثریت وقت حکومت وحدت ملی برای دفع شایعات و افکار عمومی و در واقع ظاهر شد و ای پشت سر هم فعالیت میکردن و مردم سران حکومت، سران غیر حکومتی متنفذین سناتورها و وکلا را به نوع قناعت میدونن که شما نسبت به حکومت وحدت ملی دید مثبت داشته باشن چون این اتهام اتهام بسیار خطرناک بود و این سوی تفاهم سوی تفاهم است که ممکن است سالها در از خانه مردم حک شده باشه و حس بسیار کار سخت است مگر اینکه همین نکته حساس را که امروز سناتور سایبه متاکید کرد این قضیه که باید اصلاحات وارد شوند این اصلاحات یک اصل است و در اصل ما میتونیم دوباره اعتماد از دست رفته خود رو ما را حاصل بکنیم اینجاست هم در سه مرحله قانونمند شدن این موضوع که الحمدلله در حال کار هست اعمال اصلاحات و تغییر سیستم انتخاباتی و یا اصلاح یا زیر های اصلاحاتی انتخاباتی را فراهم کردن خودش یک اصل است من یک نمونه رو برای شما میگم گیریم آمد قانون تعیین شد اصلاحات هم اعمال شد با شرایطی که ما به سر نداریم یعنی این که ما مثلا هفت میلیون جمعیت یا یازده میلیون جمعیت در بین این خانه واجه شرایط رای داریم و 21 میلیون کارت بر ما توضیح شده خود سوال هست که با این سیستم دیگه جوابگو نیست اینجاست اینا زیر ساخت میخوان زیر ساختش اینی که ما اول با تثبیت هویت بکنیم و جمعیت واجه شرایط ما رو مشخص بکنیم بر این قضیه وقتی جمعیت واجد شرایط مشخص میشه وقتی سیستم الکترونیک میشه وقتی اثر انگشت من روی یک ابزار الکترونیکی میره که ما مجددا نمیتونم جلب بکنم این یکی از زیرساخت‌های اصلی انتخابات است که میتونه شفاف برگزار بشه حکومت تا هنوز تصمیم برای هیچ نوع حرکتی برای این متاسفانه انجام نشده ببین وقتی میگم بستر اساسی نیاز هست که انتخابات شفاف برگزار شود همون بحث تذکره های الکترونیک است که ما به عنوان شهروند احساس مسئولیت بکنیم جرئت نداریم شست رو پولیس رو ما رو در جای بزنیم پلیس از بعد دست ما میگیره ما رو میبره زندان و این اطلاعات در عام مردم در اختیارش است و در اختیار شخص ولسوال منطقه والی منطقه، قماندان امنی منطقه و کلانتار زورمند منطقه نیست این یک سیستم است که سیستم میتونه مدیریت بکنه ایره اینجاست که ما میتونیم اون اعتماد از دست رفته را دوباره کسب بکنیم زعیمی که در آینده با عنوان انتخاب از طرف انتخابات در واقع روی صحنه می اینا مطمئن هست و مردم مردمی که در اینجا می کسب برای اینا اتهام نمی تقلب و گفته نمیتونن و هم اینا به چی خودشون پیدا میکنن هم رئیس جمهور میتونه به چی خودش پیدا بکنه هم میتونه شاروالا و یا هم شهردارای ما میتونن انتخابات بکنن همین این وضعیت انجام شود و میتونن ها و ولایت سپاس این بحث را پس از یک میان برنامه دنبال کنیم درود مجدد آقای هاشمی حالا انتظار مردم افغانستان از مجلس سنا از مجلس نمایندگان این بود که به فرمان تقنینی که برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی است رای مثبت بدن دو بار مجلس نمایندگان این فرمان را رد, رد, کرد و ما این بار مجلس سنا به رأی تایید داد حالا نگرانی مردم این است که و همچنان نگرانی کسانی که در مجلس سنا رای دادن و در مجلس نمایندگان هستند استدلالی در واقع اعضای مجلس نمایندگان برای اینکه رای رد رأ دادن این است که حکومت اراده برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی نداره و حکومت افغانستان اراده همچنان نداره که انتخابات پارلمانی را برگزار کنه فکر میکنید واقعا این ها چقدر جدی هست و شما که رای دادید به این فرمان چقدر نگرانیتون جدی هست خب در جریان که ما شما داشتیم دیگر دوستان داشتن این نگرانی ها واقعا وجود داشته و این سوی ها وجود داشته و این مشکوک بوده اعمال فعالیت های دولت به خاطر از اینکه اراده انتخابات داره یا نداره یکی از دلایلی که ما مردم استلال میکردیم که چرا حکومت خلاف ماده 109 قانون اساسی در سال در که آخ آخر سال تکمیلی ولسی جرگس ای فرمان روان کرده خودش در یک بانه و یک ایله از نظر ما تعبیر میشد که یک با یک بنبست تا انتخابات به تعویق و فرصت کشی شود خب حال سلام به خاطر از اینکه اینمی بهانه را رفع کرده باشه تصمیم گرفتن تا این فرمان تایید شود و امی بنبسته که وجود داره و امی بانه که مقابل دولت وجود داره که مجلس نمایندگان یا در ملی مشورای ملی نمیخواد که این فرمان تایید شود و فرصت وجود داره این فرصت کسی دیگه صورت نگیره و زمینه مساعد شود برای تدویر انتخابات گپ جناب دکتر حال ما ببینیم که فرمان تایید شد و اصلاحات در نظام انتخاباتی چگونه می آید چگونه کمیشن انتخاب می شد چگونه توزیع اصلا موضوع برگه رای نیتم یا توزیع تسکیری که باید صورت می گرفت چگونه سازماندهی می شه؟ تمویل از کجا میشه چگونه امنیت از کجا سازمان داده میشه این کلگی موارد است که باید حکومت ایره بسیار بس جدی بسیار قاطع و بسیار به سرعت باید انجام بده تا بتونه به موارد معینه که اونا وعده بر مردم که انتخابات دایر شود ولی من مشکلات چالش ها می که میبینم شاید که انوزم مسائل وجود داشته باشه در دا داخل خود حکومت وحدت ملی که نتونه موفق نباشه به هر مجلس سنا یک رسالت یک وظیفه تاریخی داشت که در مقابل ملت افغانستان انجام داد تا این و ایله ها رفع شود حال دیگه مربوط به حکومت است که چگونه وظایف خود صورت می باشه و چگونه اراده قوی خود برای مردم تمثیل میکنه که واقعا خانه یک انتخابات شفاف سالم و یخوانی عزیز که رای مردم دیگه باطل نشوه و عناصر و افرادی که دیگه طریق انتخابات به وجود واقعا به اساس رای و رأي مردم به آمده و احساس وطن دوستی داشته باشن و انسان های متخصص باشن شایسته باشن تا بتونن که این حرکت مردم افغانستان یا امو رفتار مردم افغانستان به سوی سال و ثبات و ترقی و پیشرفت اونا سعید به درستی سازمان بکنن تا آرمان های چندین دهه خواستهای های مردمی افغانستان که درد و خون و رنگ